خط صبرها خبرها جبهه آزادی به کاروان طالبان که میخواست دختران خیرخانه را گرفتار کند حمله کردیم یوناما <متلقی> بازداشت زنان و دختران به علت حجاب توسط طالبان تحقیر کننده و خطرناک است انفجار در غرب کابل طالبان دو نفر جان باختند و دوازده نفر زخمی شدند <متلقی> انفجار در مزار شریف طالبان پس از انفجار در مزار شریف موبایل کسانی را ضبط کردند که از محل رویداد تصویر می گرفتند دیدار فضل الرحمن پدر معنوی طالبان با رهبر این گروه در قندهار و سازمان ملل 85 درصد افغانستانی با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند با درود و سلام به سرویس خبری امروز پنجشنبه 21 جدی 1402 برابر با 11 جنوری 2024 خوش آمدید مشروع خبرها جبهه آزادی به کاروان طالبان که میخواست دختران خیرخانه را گرفتار کند حمله کردیم در پی شنیده شدن صدا انفجار در خیرخانه کابل جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که به یک کاروان استخبارات طالبان که برای شناس همسایه و گرفتاری دختران در منطقه 500 فامیلی بر می کرده حمله کرده است در خبرنامه آمده است در این حمله سه عضو طالبان کشته و دو عضو دیگر این گروه زخمی شدند هنوز طالبان به این خبرنامه واکنشی نشان ندادند پیش از این جبهه آزادی نامه یک چریک خود به زنان افغانستان را در واکنش به بازداشت گسترده آنان توسط طالبان در شهرهای این کشور منتشر کرده بود چریک نوشته است اشک زنان او را به این یقین رسانده است که در لحظه شلیک به دشمن دستش نرزد در نامه آمده است کابل را به زنان باز خواهیم گرداند زیرا آنان مالک این شهرند در روزهای گذشته موج جدیدی از بازداشت دختران و زنان متهم به بیهجابی توسط طالبان واکنشهای گسترده ای را برانگیخته است سخنگوی این گروه گفته است که این زنان به علت عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شدند و پس از چند ساعت آزاد شدهاند با این حال گزارشهایی هم منتشر شده است که نشان میدهد طالبان دختران بازداشت شده و اعضای مرد خانواده آنها را شکنجه کردند جبهه آزادی افغانستان که اخیرا حملاتش علیه طالبان افزایش یافته است با انتشار نامه یکی از شریکهایش در تعقیب آن با یک حمله بر کاروان استخبارات طالبان در خیرخانه کابل به بازداشت دختران و زنان توسط طالبان واکنش نشان داده است یوناما بازداشت زنان و دختران به علت حجاب توسط طالبان تحقیر کننده و خطرناک است هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در واکنش به بازداشت‌های اخیر زنان در برخی ولایت‌های افغانستان گفته است به شدت نسبت به بازداشت‌های خودسرانه زنان توسط طالبان به علت ادعای عدم رعایت قوانین پوشش اسلامی نگران است یونما افسوده است که این دفتر در حال بررسی اتهامات مربوط به بدرفتاری و بازداشت غیرقانونی است و به نظر می رسد که اقلیت‌های مذهبی و قومی به طور نامتناسبی تحت تاثیر عملیات اجرایی قرار گرفتند این دفتر گفته است طالبان در صورت آزادی زنان از مردان و محرم زنان تعهد میگیرند که در صورت عدم اجرای این تعهد مجازات میشوند همچنین ادعاهایی وجود دارد مبنی بر مطالبه پرداخت در ازای آزادی از طرف طالبان صورت گرفته است در همین حال در بیانیه یوناما به نقل از رئیس این دفتر آمده است این بازداشت شامل خشونت فیزیکی ویژه برای زنان و دختران افغانستان تحقیر کننده و خطرناک است دفتر یوناما از طالبان بار دیگر خواست تا در سیاستهایی که زنان و دختران را از حقوق بشر و آزادی های اساسیشان محدود می کند تجدید نظر کنند انفجار در غرب کابل طالبان دو نفر جان باخته و دوازده نفر زخمی شدند آمارهای ابتدایی از انفجار دشت ورچی کابل نشان میدهد که تا کنون شش تن جان باخته و نوزده تن دیگر زخمی شدند چاشت امروز انفجاری در منطقه دشت ورچی در غرب کابل به وقوع پیوست سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل شمار جان باختگان انفجار در غرب کابل را دو تن اعلام کرد اما شهروندان میگویند که در پی این رویداد پنج تن جان باختند خالد زدران سخن روی فر... خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی طالبان در کابل امروز پنجشنبه 21 جدی گفته است که این رویداد ناشی از انفجار بمب دستی در مقابل یک مرکز تجاری بوده است او افزوده است که به علت این رویداد دو غیر نظامی جان باخته و دوازده تن دیگر زخمی شدند اما باشندگان محل جان باختن پنج تن را تایید میکنند. از سوی دیگر دو لیستی که در اختیار روزنامه هشت صبح قرار گرفته است نشان میدهد دستکم 19 تن زخمی به دو شفاخانه عالمی و امیری در دشت برچی منتقل شدهاند گفته نیست که این انفجار حوالی ساعت دو و, پنج و چار پس از چاشت امروز در منطقه دشت برچی رخ داده است تاکنون مسئولیت این انفجار را گروهی بر عهده نگرفته است این چهارمین انفجار طی هفته جاری در شهر کابل است روز شنبه یه هفته جاری نیز انفجار یک موتر کاستر در منطقه دشت برچی شهر کابل موجب کشته شدن ده تن و زخمی شدن تعدادی دیگر شده انفجار در مزار شریف طالبان پس از انفجار مزار شریف موبایل کسانی را ضبط کردند که از محل رویداد تصویر می گرفتن. پس از وقوع یک انفجار در حوزه چهارم امنیتی مزار شریف برخی از شاهدان گزارش دادند که طالبان موبایل کسانی را که از رخداد تصویر می گرفتن، از دست آنان گرفتند یکی از شاهدان می گوید طالبان بعضی از مردم را ضرب و شتم کرده و در رنجر با خود بردند و موبایل های برخی دیگر نیز از دستشان گرفتند شهروندان مزار شریف بعد از ظهر امروز پنجشنبه 21 جدی از وقوع انفجار در منطقه دروازه بلخ واقع در حوزه چهارم امنیتی این شهر خبر دادند هنوز اطلاعی درباره نوعیت انفجار و تلفات احتمالی آن در دست نیست این سومین انفجاری است که امروز پنجشنبه در شهرهای افغانستان اتفاق میافتد بیشتر دو انفجار در خیرخانه و دشت برچی کابل اتفاق افتاده بود بعد از سپردن قدرت به طالبان این گروه محدود محدودیت های گسترده ای در برابر دسترسی شهروندان و رسانه‌ها به معلومات وضع کرده است مسئولان شفاخانه ها و مراکز صحی بعد از هر انفجاری از ارائه معلومات درباره آمار قربانیان خودداری می کنند. آنها میگویند طالبان تهدید کردند که اگر درباره آمار کشته شدگان یا زخمیان انفجارها اطلاعات بدهند از طرف این گروه مجازات خواهند شد دیدار فضل الرحمن پدر معنوی طالبان با رهبر این گروه در قندار فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان که به افغانستان سفر کرد با حبت الله خونزاده رهبر این گروه دیدار کرد دی... هر چند های پاکستانی پیشتر گزارش داده بودند که این دو رهبر مذهبی با هم دیدار خواهند کرد اما طالبان رسما تا کنون در این مورد چیزی نگفتند و جزئیاتی در مورد بحث طرفین منتشر نشده است ظاهرا مولانا فضل الرحمن دومین رهبر خارجی است که با رهبر طالبان دیدار می کند فضل الرحمن روز یکشنبه هفته جدید وارد کابل شد و با شماری از مقامات ارشد طالبان از جمله محمد حسن آقون نخست وزیر این گروه دیدار کرد گفته شده بود که او میخواهد میان طالبان و اسلام آباد میانجگری کند اما وزارت خارجه پاکستان سفر او را شخصی عنوان کرده است گروه طالبان حدود یک ماه پیش از این روحانی پرنفوذ پاکستانی برای دیدار از کابل دعوت کرد بسیاری از رهبران طالبان افغانستان در پاکستان از مدارس مذهبی تحت مدیریت جمعیت علمای اسلام پاکستان به رهبری فضل الرحمن فارغ شده شدند شماری از کارشناسان وی را پدر معنوی طالبان میخوانند برخی از این کارشناسان گفتند احتمالا پاکستان میخواهد به واسطه وی سیاستهای خود را بر طالبان افغانستان بقبولاند به گفته ناظران اسلام آباد انتظار داشت با تسلط طالبان در افغانستان از نفوذ آن علیه بخشهایی از جنگجویان طالبان پاکستانی استفاده کند اما کشته شدن دهانی روی نیروی پاکستانی در حملات تی, تی پی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تا کنون نشان داده است که حکومت طالبان در افغانستان این انتظار این انتظار حکومت پاکستان را برآورده نکرده است سازمان ملل 85 درصد افغانستانی ها با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند. دستیار دبیر کل سازمان ملل و مدیر منطقه برنامه توسعه سازمان ملل می گوید تقریبا 85 درصد از مردم افغانستان با کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند. به گفته او مشکلات مردم افغانستان بعد از واگذاری قدرت به طالبان افزایش یافته است. این مقام سازمان ملل گفته است وضعیت به ویژه برای زنان افغانستان بدتر شده است چون آنها با محدودیت های شدیدتری روبرو رو و از تحصیل و کار توسط طالبان من شدند جدیدترین تحقیقات این سازمان نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان از سال 2020 تا کنون 29 درصد کاهش یافته است همچنین تخمین زده می شود محدودیت های حقوق زنان به تنهایی بین 600 میلیون تا 1 میلیارد دلار ضرر اقتصادی داشته است با سپاس از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودید وقت بخیر خدا نگهدار